فوری دیدار حامد کرزی با عبدالرسول سیاف و رئیس مجلس نمایندگان میر رحمان رحمانی پیروزی عبدالله را تبریک گفت. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای امروز ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. دیدار حامد کرزی با عبدالرب رسول سیاف. رئیس جمهور پیشین افغانستان با عبدالرب رسول سیاف دیدار کرد و درباره قضایای اخیر در افغانستان از جمله روند صلح با وی صحبت کرد. با گزارش اسپوتنیک، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور امروز یک شنبه با عبدالرب رسول سیاف دیدار کرد. در این دیدار در مورد حالات جاری کشور، پروسه صلح و جستجوی راه حل برای بیرون رفت از بحران ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. با گزارش دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، طرفین در این دیدار بر تحکیم و تقویت هرچی بیشتر اتحاد و اتفاق مردم افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر رئیس مجلس نمایندگان پیروزی عبدالله را تبریک گفته است. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در پیام پیروزی عبدالله رهبر دست انتخاباتی ثبات و همگرایی را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری مقاومت، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته 3 اوت در پیام نوشته است: رهبری مجلس نمایندگان اعلام پیروزی تیم ثبات و همگرایی بر ریاست دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری 1398 را تبریک گفته و از آن به صورت همه‌جانبه حمایت می‌نماید. این پیروزی در حقیقت بازتاب اراده مردم در راستای مردم سالاری بود و اعلام پیروزی تیم ثبات و همگرایی تلاش تقلبکاران برای کودتای نرم علیه اراده جمعی مردم افغانستان را در آغاز خونسا نمود. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در این پیام که در صفحه فیسبوکش نشر کرده همچنان نوشته است: مردم آرزو دارند که جلالت مآب محترم دکتر عبدالله به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در راستای به کرسی نشاندن اراده جمعی مردم و اعمال حاکمیت ملی مطابق مفاد بند اول ماده 60 ماده های 63 و 64 قانون اساسی از طریق تشکیل دولت منتخب مردمی گام بردارد. آقای رحمانی از عبدالله خواسته که از راه های قانونی آنان را که دست به تقلب های گسترده انتخاباتی و فساد در افغانستان زده اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی و مجازات نماید. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 29 دلو سال جاری نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که در آن اشرف غنی با کسب 50.64% برنده انتخابات اعلام گردیده است. بعد از اعلام نتایج انتخابات، شماری از دسته های انتخاباتی به شمول ثبات و همگرایی و نیز شهروندان کشور در مورد این اقدام کمیسیون واکنش جدی نشان دادند و خواهان ابطال این انتخابات شدند. دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله نیز با جدیت اعلام نتایج نهایی را نپذیرفت و اعلام کرد که به زودی حکومت همشمول را تشکیل می دهد و از روز گذشته تا اکنون برای چندین ولایت والی تعیین کرده است. این در حالی است که با گزارش روزنامه 8 صبح که در مقاله چنین نگاشته است: حال نگرانی جدی این است که از منازعه انتخاباتی افغانستان قدرت‌های منطقه‌ای بهره برداری ابزاری کنند. واقعیت این است که بین قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده مشکل جدی وجود دارد.
دشمنی ایران با ایالات متحده پس از قتل جنرال سلیمانی در بغداد شکل تازه اختیار کرده است. ترکیه هم با ایالات متحده مشکل دارد. امریکا از سیاست انقره در لیبیا و روابط نظامی و امنیتی حکومت اردوغان با مسکو هیچ رضایت ندارد. جان بلتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید اردوغان را در حد پوتین برای ایالات متحده خطرناک می دانست. این نوع نگاه تا حال در دولت امریکا وجود دارد. حکومت اردوغان حداقل بخشی از دولت امریکا را متهم به پشتیبانی از جنبش فتح الله گولن می کند. از نظر اردوغان جنبش گولنیست ها بیشتر از هر نیروی دیگر برای او و ترکیه یک تهدید است. روشن است که جنبش آقای گولن این ارزیابی را نمی پذیرد، ولی باور اردوغان همین است. رقابت های روسیه و امریکا هم که چیز پوشیده نیست، ادعای با توجه به رقابت های روسیه و امریکا به این باورند که جنگ سرد به یک نحو دیگر در حال تکرار شدن است. با توجه به این واقعیت ها بعید نیست که قدرت های منطقه‌ای برای اعمال فشار بر امریکا و باجگیری از این کشور و متحدان آن بحران انتخاباتی افغانستان را پکه کنند. واقعیت تلخ دیگر این است که افغانستان فقیرترین کشور جهان خارج از قاره آفریقا است. پول در اینجا وجود ندارد و نیروهای سیاسی از نظر مالی وابسته به خارج اند. سیاستمداران سنتی و رهبرانی که در جنگ‌های گذشته نقش مهم داشتند با همسایه‌ها روابط بسیار نزدیک دارند. علاوه بر این همسایه‌های افغانستان صاحب نفوذ نامتعارف در روابط قدرت افغانستان شدند. هیچ بعید نیست که برخی از سیاستمداران از سوی حامیانشان در کشورهای همسایه هم تشویق شوند تا در شیپور بحران انتخاباتی بیشتر بدمند. نزدیکان آقای غنی و آن عده از سیاستمدارانی که پس از 11 سپتامبر از تبعید به افغانستان برگشتند، حامیان سرسخت در کشورهای غربی دارند. کشورهای منطقه‌ای هم این سیاستمداران را متحدان غرب تصور میکنند. میتوانیم این طور بگیم که جنای لیبرال و تکنوکرات سیاستمداران افغانستان در غرب حامی دارند و جنای سنتی اسلامگرا یا جهادی قشر سیاسی کشور هم در قدرت‌های منطقه‌ای استند. این امر زمینه تقابل را بیشتر کرده است. بیشتر سیاستمداران کشور، خانواده های کلان، اعوان و انصاران فراوان و حتی تلویزیون دارند. تلویزیون های برخی از آنان 24 ساعت برنامه پخش میکنند و به احتمال زیاد کمتر از 100 هزار دلار در ماه مصرف دارند. پولی را که این مصارف را تامین کند حتما حامیان منطقه‌ای آنان می‌پردازد. بنابر این نگرانی جدی این است که بار دیگر سیاست افغانستان عرصه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شود. قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران و ترکیه در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موضعی نگرفتند و وزارت خارجه روسیه از بحران به وجود آمده ابراز نگرانی کرده است. اینها همه نشانه هایی است که می توان بر اساس آن داخل شدن قدرت های رقیب در بحران انتخاباتی افغانستان را حد زد. بدترین سناریو این است که سیاستمداران مخالف ارگ دامنه بحران را کلان کنند و وضعیت را به جای برسانند که خود نیز از کنترل آن عاجز شوند. خارج شدن بحران از کنترل سیاستمداران افغانستان را به آغاز دهه 90 میلادی برمیگرداند. در آن صورت احتمال زیاد است که ترامپ به حمایت نظامی و مالی از افغانستان پایان بدهد، نیروهای نظامی امریکا را فرا بخوانند و بعد طالبان به عنوان یک نیروی منسجم مثل سال 1994 با شعار مقابله با بی‌نظمی و خودسری وارد میدان شوند. این در حالی است که به گزارش تلو نیوز، علی احمد عثمانی رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که بامداد امروز هنگامی که او میخواست به ولایت هرات برود، نیروهای امنیتی میدان هوایی در کابل تیاره حامل وی را بیشتر از 15 دقیقه متوقف ساختند و با او میگفتند که باید از تیاره پایان شود و اجازه رفتن به هرات را ندارد. آقای عثمانی افزود که پس از تماس های فراوان با مسئولان و تلاش های ریاست اجرائیه سرانجام به وی اجازه پرواز به ولایت هرات داده شد. پیش از این وی گفته بود که میخواهد در عروسی یکی از بستگانش به هرات سفر کند، اما نیروهای امنیتی به تیاره حامل وی اجازه پرواز نمیدهند و مسافران منتظرند.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای جدید و تازه و روزانه ما چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود برنامه های بعدی ما نظریاتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی که به شما آماده می سازیم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. موفق و کامگار باشید.